امروز میخوام راجع به شمشیر دولبه ای به اسم میوهجات صحبت کنم بهتون نشون بدم کدوم میوه ها میتونن سالم باشن کدوم میتونن خیلی مذر باشن میوه ها که به اسم تازه کنار سبزیجات قرار میدیم و فکر میکنیم هر چی بیشتر بخوریم بهتر هستند ولی در انتهای این ویدیو میبینید که لزوما برای همه میوه ها این مورد صدق نمیکنه از هر دسته 5 تا بهتون معرفی میکنم و از طرفی با تاریخ میوه ها مقداری آشنا میشید چرا اصلا میوه میخوریم و از همه مهمتر میخوام با مفهومی به اسم گلایسیمیک لود یا بار گلایسیمی آشنا بشید که با شاخص گلایسیمی که شاید شنیده باشید فرق میکنه و خیلی دقیق تر هست درود به همگی فرشید جلیان هستم نه پزشکم و نه سعی میکنم باشم من یه مشاور و مربی منابع انسانی کنجکاو در زمینه تغذیه ورزش و پیشرفت هستم در کانال یوتیوب تجربیات هم و اطلاعات جدید از مقالات پادکست های مختلف رو با شما به اشتراک میذارم و امروز میخوام راجع به میوه ها خوب ها و بد هاشون صحبت کنم متاسفانه ما همیشه میوه و سبزیجات رو کنار هم میاریم و این دیدگاه به وجود میاد که میوه هم مثل سبزیجات هر چی باشه هر چقدر بخوریم مشکلی نداره چون سالم هست و ویتامین داره برای ما مفید هست پس میتونیم به هر شکلی خودش آبش خوش هر هر چیزی که به ذهن من نمیرسه رو مصرف کنیم اما متاسفانه اینطوری نیست مصرف هر میوه به مقدار زیاد و برخی میوه ها به هر مقداری برای عموم افراد دردسرساز خواهد بود اما حالا بیاییم با درس مورد علاقه من یعنی تاریخ اول شروع کنیم شاید بدونید که اگر نمیدونید باید بدونید که میوه همیشه در دسترس نبوده یعنی چهار فصل سال وجود نداشته در گذشته نچندان دور نه گلخونهای بوده نه دستکاری ژنتیکی و نه ای. انسان اولیه هم که نمیتونسته میوه نگهداری کنه حداقل نه در مقیاسی بزرگ پس انسان میوه میخورده هر وقت فصلش بوده فصلش کی بوده خب عموما تابستون و قبل از شروع زمستون اینجا باز میرسیم به جمله معروف که کار خدا یا تکامل یا فرگشت هر چی میخواید اسمشو بذارید دنیا هیچ چیزش بی نیست زمستون همیشه سخت بوده و غذا نچندان در دسترس اگر ویدیوی روند افزایش وزن رو دیده باشید توضیح دادم که انسان چطور یک باتری دور کمر خودش داره و هر سال در فصل خوب یعنی تابستون این رو شارژ میکرده تا بتونه تو زمستون سخت ازش استفاده کنه و زنده بمونه اگر اون ویدیو رو ندیدید لینکش رو میذارم برید ببینید که مثل ریاضی یک میمونه و اگر پاس نکنید خیلی از های من براتون معنی نمیده خب چرا شارژ میکنه ما رو آیا ما به ویتامین زیادی برای زمستون نیاز داریم خیر ما به انرژی زیادی برای زمستون نیاز داریم و میوه سرشار از قند هست که ما رو چاق یا به عبارتی شارژ میکنه چطور این اتفاق میفته با بالا رفتن قند خون و بعدش انسولین وقتی انسولین بالا بره بدن شروع میکنه به انبار کردن چربی یعنی تبدیل قند اضافی در عروغ به چربی به همین سادگی از طرفی قند میوهجات فقط گلوکوز نیست حداقل نصفش فروکتوز هست قندی که هیچ کاری نمیشه باهاش کرد الا تبدیلش به چربی و ذخیره در اطراف کمر این امر باز نشون میده که چطور میوه از اول انگار طراحی شده برای چاخ کردن یا به عبارتی شارژ کردن ما انسان ها تا بتونیم زمستون سخت بعدی رو پشت سر بذاریم پس این نکته خیلی مهم است که ما بر اساس اون باید میوه خوب و بد رو از هم تشخیص بدیم شاید بگید پس ویتامین چی؟ خب حقیقت اینه که ویتامین انقدرها هم مهم نیست اجازه بدید توضیح میدم ویتامین برای ما مهم هست اما به طرق مختلفی به ما میرسه اگر غذای سالم و کاملی بخورید به شکلی که در طبیعت بوده با هست نباید نگران ویتامین باشید وقتی مشکل ویتامین پیدا می کنیم که مدام غذاهای بیکیفیتی مثل فسفود یا غذاهای نیمه آماده مصرف می کنیم. بعد برای رفع این کم بوده ویتامین شروع می کنیم کیلو کیلو پشت به پشت هم میوه خوردن یا به دنبال کلی مولتی ویتامین مختلف میریم. اگر غذا درست باشه نیازی به مصرف زیاد میوه هم نخواهد بود. نکته در مورد فروکتوز باید به اضافه کنم که فروکتوز قابل دریافت و مصرف توسط هیچ ارگانی در بدن نیست الا کبد اینجاست که با مصرف خیلی زیاد میوه شما به کبد خودتون فشار میارید چون مجبور کبد این فروکتوز رو تبدیل به چیز دیگه ای بکنه مثل تریگریسرید و یواش یواش اون رو انبار بکنه اول در اطراف خودش و بعد در شکم و پهلوها یعنی به صورت چربی پس این یه جور بار مضاعف برای کبد هست و در بلند مدت میتونه باعث کبد چرب بشه بریم به کلاس علوم و تغذیه و با مفهومی به اسم گلایسیمیک لود یا GL یا اگر فارسی رو پاس بداریم بار گلایسیمی آشنا بشیم این مفهوم با شاخص گلایسیمی که شاید شنیده باشید فرق میکنه شاخص به ما میگه که چه مقدار قند یا کربوهیدرات در یک ماده غذایی وجود داره اما بار فقط بر اساس مقدار کربوهیدرات نیست بلکه بر اثر تاثیر این کربوهیدرات بر بدن و مخصوصا قند خون ما هست میشه تفاوت رو اینطوری گفت که شاخص قند اون ماده رو در نظر میگیره اما بار گلایسیمی اثر قند روی بدن ما رو در نظر میگیره در نتیجه در بار گلایسیمی اثر فیبر یا آب موجود در ماده غذایی هم خودش رو نشون میده هر یک واحد بار گلایسیمی معادل یک گرم گلوکوز هست. برای مقایسه باید بدونید که مقدار گلوکوز نرمال در بدن انسان بین 75 تا 95 میلی گرم در دیسیلیتر لیتر هست. این یعنی حدود 5.5 گرم یا یک قاشق چایخوری شکر. همین کل بدن ما در آن واحد میتونه 5.5 گرم شکر رو جمع و جور کنه. نه بیشتر. بیشتر شه به کما میریم، کمتر شه باز به کما میریم. بار گلایسیمی لود میتونه در تشخیص کربوهیدرات خوب از بد به ما کمک کنه در نتیجه میتونیم میوه خوب رو هم از بد تشخیص بدیم هرچه بار گلایسیمی کمتر باشه یعنی قند با سرعت کمتری جذب عروغ میشه نه که لزوما قند اون ماده غذایی کم باشه بلکه چون فیبری آب زیادی همراهش هست سرعت جذب قند کمتر میشه وقتی قند یواش یواش بالا بره انسولین هم پشپندش یواش یواش بالا میره و در آخر هم با شیب ملایمی یعنی یواش یواش پایین میاد که نتیجه تمام این موارد میشه ترشوه کمتر هرمون گرلین یا گشنگی که در ادامه بهش میرسیم باید به این هم اشاره کنم که فرض بر این هست که هدف کاهش یا حفظ وزن مناسب است که اوم مردم دنبالش هستن حالا شما اگر به دنبال افزایش وزن هستید خب میتونید برید سراغ میوهای پرقند اما بدونید که آسیب زیادی به کبد و پانکراستون میزنید حتما در این رابطه قسمت نهم رو ببینید از دید دیگه ای به قضیه نگاه کنیم حتما شنیدید که فلان میوه خیلی سیر نمیکنه زود گرسنه میشه آدم یا زود هضم میشه تمام این موارد یعنی میوه مورد نظر سرشار از قند هست و نه فیبر یا آب کافی قندی که خیلی زود با سرعت بالایی جذب عروغ میشه قند خون رو بالا میبره و خیلی زود توسط انسولین باید پایین بیاد تا ما به کما از طرفی این میوه ها آب یا فیبر خیلی کمی دارن و به اصطلاح نه تنها سیر نمی کنن بلکه اشتها رو بیشتر می کنن. تا حالا از خودتون پرسیدید این اشتهای بیشتر یعنی چی؟ چرا بعد از خوردن یه سری مواد غذایی نه تنها سیر نمیشیم بلکه گرسنتر از قبل میشیم گرسنه بودن نه به این علت که بدن انرژی نیاز داره این گرسنگی به گرسنگی کاذب هم معروف است فردی رو میتونید ببینید که 10 کیلو چربی یعنی باتری به دور خودش داره هر 100 گرم این باتری میتونه انرژی یک روزش رو تعمین کنه اما میدونیم که این فرد هم باز گشت نمیشه چرا خب این گرسنگی یا اشتهای زیاد از هورمونی به اسم گریلین میاد این هورمون هم با یه پا به پای انسولین یه جورایی در بدن ترشح میشه چطور هرچه شدت بالا رفتن انسولین در بدن بیشتر باشه شدت پایین اومدنش هم بیشتر و در نتیجه شدت بالا رفتن گریلین هم بیشتر میشه وقتی یه میوه پرقند میخورید با بار گلایسیمی بالا مثل انگور نه تنها سیر نمیشید بلکه اشتهاتون بیشتر میشه غیر علمی بهش میگن اشتها باز میکنه یا زود هضم است اما اتفاقی که در زیر پوست میفته همون داستان هورمون های ماست در نهایت همین اشتهای زیاد باعث ریزخاری و افزایش هرچه بیشتر وزن میشه در نقطه مقابل میوهی خوبه که حجم آب و همینطور فیبر بیشتری داشته باشه به عبارتی بار گلایسیمی پایینتری داشته باشه وقتی قند همراه با فیبر و آب وارد بدن میشه با سرعت کمتری جذب عروق میشه و خب انسولین کمتری هم ترشح میشه در نهایت هورمون گشنگی کمتری هم ترشح میشه این میشه که اون میوه ها رو یه جورایی بیشتر سیر میکنه ما رو و برای مدت زمان بیشتری سیر نگه میداره این میشه تفاوت میوه خوب و بد پس چی شد میوه خوب ما رو برای مدت بیشتری سیر نگه میداره و میوه بد نه تنها ما رو سیر نگه نمیداره بلکه یه جورایی گرسنه تر از قبل هم میکنه بر اساس این که بخواین اشتهاتون باز شه یا کنترل شه میتونید انتخاب بکنید آیا میخواید وزن کم بکنید یا میخواید وزن زیاد بکنید بر اساس اون میوه درست رو انتخاب بکنید اما بریم سراغ میوه های خوب و مورد اول سیپ هست سیب میوه سرشار از فیبر بار گلایسیمی خیلی کمی داره و از طرفی کاملا در دسترس است میتونه خیلی ارزون باشه مورد دوم با میتونه میوه مثل توت فرنگی باشه با بار گلایسیمی حدود دو البته تمام بری ها مثل بلوبری با هم فامیل هستند و همگی اثر خیلی کمی روی قند خون دارن مورد سوم میتونه پرتغال باشه بار گلایسیمی حتی کمتر از سیب که باز به راحتی در دسترس است از اون بهتر هم لیمو ترش اگه بشه میوه حسابش کرد فامیلشونه ولی خب خیلی راش نمیدن توی مراسم های خانوادگی مورد بعد میتونه گلابی باشه با بار گلایسیمی حدود 4 و 7 میوه نسبتاً در دسترس هست و مورد آخر که برای خود من خیلی عجیب هست و شما هم احتمالا براتون عجیب باشه چیزی نیست جز هندونه که نکته داره و برای همین نکتهش هست که تو لیست آوردم درسته که هندونه شاخص گلایسیمی بالایی داره یعنی قند زیادی داره اما در بار گلایسیمی مقدار خیلی کمی داره پنج و نیم که خیلی خوب به حساب میاد این به این معنی هست که خوردن 100 گرم هندونه با عدد پنج و نیم خیلی بهتر از 100 گرم انگور سیاه با عدد یازده هست همونطور که قبلا گفتم باید بدونید که مقدار آب و همینطور فیبر میوه میتونه اثر قند رو یا به عبارتی سرعت جذب قند به عروغ رو کم کنه پس در نهایت هندونه میتونه خیلی بهتر از میوه مثل انگور باشه البته میوه خوب زیاد هستن من سعی کردم در دسترس بودن رو هم فاکتور قرار بدم مثال های دیگه ای از بار گلایسیمی پایین میشه زد مثل آلوگیلاسی یا خربوزه که داستانش دقیقا مثل هندونه هست اما بریم سراغ بدترین نوع میوه جات مقام اول به مدال طلای بدترین نوع میوه برمیگرده به نه به میوهی خاص بلکه به نوعی از محصولات مرتبط به میوه ها مقام اول به صورت مشترک میرسه به میوه خشک و لواشک در فرایند خشک کردن میوه آب اون از بین میره آبی که گفتیم یکی از مواردی هست که همراه با فیبر در نهایت باعث جذب کنتر قند میوه میشه برای مثال همون سیبی که بار گلیسیمی 5 داشت وقتی خشک میشه سر از 20 21 در میاره پس 100 گرم سیب خوش شده خیلی خیلی بیشتر از 100 گرم سیب تازه قند شما رو بالا میبره چقدر دقیقا خب 16 واحد بار گلایسیمی بیشتر یعنی 16 گرم گلوکوز تقریبا سه برابر مقداری که به صورت نرمال در خون وجود داره این حجم قند به سرعت زیادی وارد عروق میشه بدن به سرعت زیادی انسولین ترشح میکنه تا باش مقابله کنه و سقوط انسولین همراه میشه با ترشح سری هورمون گرلین و در نهایت شما خیلی خیلی گرسنه از قبل میشید همین داستان برای تمام میوه های خشک و لواشک وجود داره و از همه بدتر هم موز هست با عدد بار گلیسمی حدود چهل مورد دوم هم باز به نوع مصرف هست نه خود محصول این سری آب میوه ها و اسموتی ها مدال نقره بیخودترین نوع محصولات غذایی رو میگیرن خیلی هم طرفدار دارن و الان خیلی بدشون میاد از این حرف اما اینجا هم باز این دفعه به جای آب فیبر محصول هست که از بین میره مثال میزنم براتون همون سیبی که گفتیم بار گلیسیمی 5 داشت خوش شده شد 21 وقتی آبش رو میگیرید یه دفعه میشه سی و این اعداد تازه برای زمانی هست که شما خودتون آستین بالا بزنید مثلا میوه خوش کنید یا آب بگیرید و صد درصد از میوه استفاده بشه شرکتی اگر باشه دیگه خدا میدونه چی توش هست البته من میدونم شما هم میدونید یه،, یه،, چیزی مثل کورن سیروپ یا شربت فروکتوز توش هست که همه چی رو بدتر میکنه پس 100 گرم سیب بهتر از 100 گرم سیب خشک و خیلی خیلی بهتر از 100 گرم آب سیب هست متاسفانه با تبلیغات زیادی این آب میوه رو خیلی خوب معرفی میکنن و توی سبد صبحانه ما یه جوری جا میدن این یکی از علنی هست که نزدیک به 10 درصد کودکان زیر 10 سال آمریکایی دچار کبد چرب هستند بیماری که تا همین چل سال گذشته مختص افراد معتاد به الکل بود ولی الان میبینیم که حتی بچه ها هم با این مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن خب این از کجا میاد یه علتش مصرف میوهجات بسیار و همینطور محصولات مرتبط با میوهجات بسیار هست که همونطور که در اول ویدیو گفتم سرشار از فروکتوز هستند و این فروکتوز بار اضافه روی کبد میاره که در نهایت مشکلات مختلفی مثل کبد چرب در انتظار متاسفانه شما خواهد بود مورد سوم انگور سیاه هست با بار گلایسیمی 11 یعنی قند زیادی داره و بیخود هم نیست برای شراب استفاده میشه همین قند هست که طی پروسهی تخمیر شده و تبدیل به الکل میشه در وزن مشابه انگور میتونه دو برابر هندونه کالری داشته باشه اما میدونید اصلا تمرکز من بر روی کالری نیست ولی اینجا قشنگ میبینیم که بار گلایسیمی انگور دو برابر هندونه هست پس در وزن مشابه دو برابر قند در, بد... در بدن آزاد میکنه خب منطقی میشه که کالریش هم دو برابر باشه مورد چهارم موز هست موزی که متاسفانه خودم خیلی دوست دارم بار گلایسیمی بین 10 تا 15 به خودش اختصاص میده بسته به نوع موز و اینکه چقدر رسیده باشه این موز برای افرادی که مشکل دیابت دارن یا میخوان وزن کم کنن رسما باید حذف بشه اما متاسفانه اسموتی های زیادی برای لاغری همه جا با موز معرفی میشه که اگر علمی بخواید بهش نگاه کنید اصلا خندهدار هست مثل هر اسموتی دیگه این 10 تا 15 میتونه به بار گلایسیمی 40 تا 50 هم برسه موز خوش شده هم که گفتم بار گلایسیمی حدود 42 داره همه اینها یعنی حجم زیادی از قند که آب و فیبر زیادی همراهش نیست در نتیجه شدیدن و خیلی سریع قند خون رو بالا میبره مورد پنجم خوشبختانه خیلی در دسترس نیست بار گلایسیمی 8.5 داره که چیزی نیست جز انبه این عدد برای انبه های سبز و قرمز نسبتاً سفته که توی ایران زیاد پیدا نمیشه یعنی من ندیدم چیزی که ایران پیدا میشه خیلی زرد تر و فوق العاده شیرین هست منابع دقیقی برای این یکی پیدا نکردم اما بر اساس تجربه خودم از طعم هر دو فکر میکنم انبه زرد و نرمی که در ایران پیدا میشه حدود سه برابر شیرین تر از انبه های سبز و سفتی هست که بقیه جای دنیا پیدا میشه مجددا اگر مشکل دیابت دارید یا قصد کاهش وزن اصلا سراغ این میوه نرید یه چیز راجع به کل میوه این راجع به موس خیلی صدق میکنه ولی راجع به کل میوه ها هست. هر چقدر مز رسیده تر میشه نرمتر میشه شیرین تر میشه و قندش یه جورایی بیشتر میشه این یه مسئله ای هست که در کل در کربوهیدرات وجود داره و خیلی شاید به چش ما نیاد برای مثال برنج این داستان براش پیش میاد که متاسفانه ما در ایران برنج رو انقدر میپذیم یه جورایی اون فرایند رسیده شدن رو بیشتر میکنیم انقدر میپذیم که قندش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه کشورهایی مثل ژاپن و ایتالیا برنج خیلی مصرف میکنن یکی از غذاهای اصلیشون هست ولی هیچ کدوم مثل ما برنج رو درست نمیکنند برنج رو انقدر خشک نمیکنن انقدر نمیپزن مدت زمان زیادی بهش نمیدن چرا که قندش بیشتر و بیشتر میشه راجع به برنج هم یه قسمت درست کردم راجع به تاریخچه برنج هست ولی راجع به آشپزی تفاوت هایی که بین آشپزی ما و حالا کشورهای مختلفی که میتونم تجربه دارم میتونم راجع صحبت کنم و خصوص ایتالیا حتما قسمت هایی رو درست میکنم که دنبال کنید اونها رو هم ببینید لیست میوه ها و بار گلایسیمی رو میتونید از سایت های مختلفی پیدا بکنید یکی از بهترین هایی که پیدا کردم که حتی اگر زبان تو خوب نیست عکس داره و میتونید راحت موادی که میخواید رو پیدا بکنید این هست که لینکش رو میذارم نه فقط میوه ها برای تقریبا هر ماده غذایی میتونید بار گلیسیمی رو پیدا بکنید منابع مختلف بار گلیسیمی پایین رو کمتر از ده میدونن که برای عموم مردم خوب هست اما اگر مشکل دیابت یا پیش دیابت دارید یا اصلا به دنبال کاهش وزن هستید باید این سقف رو باز هم پایین تر بیارید و برید سراغ موادی که کمتر باعث نوسانات سریع قند شما بشه. در آخر باید بگم که تمام حرفای من به این معنی نیست که میوه بد هست یا اصلا نخوریم بلکه فقط باید آگاه باشیم از چه, میوهی؟ چه میوه ای چقدر بخوریم میوهجات شمشیر دولبه ای هستند و گاهی میتونن خطرناک باشن اما با آگاهی و انتخاب مناسب میتونن میان بعده فوق سالمی باشن و ما رو از خیلی حلهوله ها و فسفود دور کنن به شرط اینکه برید سراغ میوه هایی که شما رو برای مدت بیشتری سیر نگه دارن نمیوه هایی که اشتهای شما رو بازتر میکنن ممنون که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید اگر فکر میکنید این ویدیو میتونه برای شخص خاصی مفید باشه حتما برای اون عزیز لینکش رو بفرستید شاید بهشون کمک کرد امیدوارم این محتوا براتون مفید بوده باشه و با تنی سالم از دکتر و هزینه های غیر ضروری دور بمونید موفق باشید تا بعد